در نخستین برنامه از رشته برنامه‌های موانع اجتماعی گفتگو در ایران به خود معنا و مفهوم گفتگو می‌پردازیم. همونطور که در برنامه گذشته، یعنی در برنامه مقدماتی توضیح داده شد، اگر معنا و مقصود از گفتگو روشن باشه، اون وقت تازه میشه در مورد این صحبت کرد که آیا گفتگو در جامعه ما با مانعی روبرو هست یا خیر، و اگر روبرو هست آیا این مانع مانعی است اجتماعی یا نه. اما ببینیم خود گفتگو یعنی چی؟ به روشنی پیداست که گفتگو یک نوع ابزار یا وسیله بیانی است که ما از اون استفاده میکنیم، چه در قالب سخن مکتوب، چه در قالب سخن شفاهی، یعنی چه با اساس نوشته، چه بر اساس سخنی که به صورت شفاهی با دیگران در میون میذاریم. اما اون چه که در مکالمه رخ میده، یعنی ساده ترین شکل گفتگو، عبارت از انتقال اطلاعات، عواطف و احساسات. ما در گفتگوهای معمولیمون معمولا اطلاعات رو انتقال میدیم. مثلا وقتی از کسی میپرسیم که چقدر پول داری تو جیبت، با گفتن این سوال و جوابی که براش میگیریم نوعی اطلاعات کسب میکنیم. دو طرف اینجا انتقال اطلاعات میدن. اما در جای دیگری ما ممکنه از طرف بپرسیم که چرا حالت خیلی خوش نیست. در اینجا وقتی طرف مثلا از این حرف میزنه که عصبانی هست به دلیل اینکه کارش توی فلانه داره به مشکل برخورده، داره احساس عصبانی بودنش رو به ما منتقل میکنه. در اینجا انتقال احساسات در یک مکالمه صورت میگه، تا برسه به انتقال عواطف. وقتی کسی به شخص دیگری میگه دوستت دارم، در اینجا عاطفه است که داره منتقل میشه. این گفتن دوستت دارم فقط انتقال یک اطلاع نیست، بلکه انتقال عاطفه‌ای که پشت این اطلاع هم هست. در اینجا ما به شکل دیگری از انتقال روبرو هستیم. بنابراین اگر در مجموع بخوایم بگیم مکالمه به عنوان ساده‌ترین شکل گفتگو، مبادله اطلاعات هست، مبادله احساسات هست و مبادله عواطف. اما صرف نظر از مکالمه، شکل دیگری از گفتگو هم میتونه تصور بشه که من تحت عنوان مجادله ازش یاد میکنم. مجادله همراه است با استدلال. استدلال برای رد سخن دیگری. و معمولا رد سخن دیگری بر این پایه صورت میگیره که سخن اولیه خود فرد مورد نظر قرار میگیره. یعنی ادعای اولیه فرد مقابل مورد نظر قرار میگیره برای رد همون ادعا. این کاری است که معمولا متکلمان، پیروان ایدئولوژی ها و امثال اونها انجام میدن. یعنی با فرض قبول سخن طرف مقابلشون سعی میکنن ناسازگاری اون رو به صورت درونی یا با امور مسلم و بدیهی بیرونی نشون بدن تا طرف قانع بشه که حرفش نادرست است، سخنش یا موضعش نادرست است. در اینجا هدف اقناع است. اما صرف نظر از این دو شکل اولیه، یعنی مکالمه و مجادله، شکل معمول دیگری که ما اغلب باش آشنا هستیم به عنوان یک نوع دیگری از گفتگو، عبارت است از مناظره. مناظره گفتگویست معمولا به شکل رسمی تر، نه فقط برای اقناع طرف مقابل، بلکه برای اقناع شخص سالس، شخص سالسی که مخاطب گفتگوی مناظره مانند دو طرف هست. در اینجا قصد تغییر عقاید، نگرش ها یا ارزش های اون شخص سوم هست. در اینجا قصد لزوماً این نیست که طرف دوم که گفتگو با او داره صورت میگیره تغییر کنه یا نظرش رو بشه رد کرد مثل مجادله، بلکه اینجا اصل و قاعده تأثیرگذاری است بر شخص سالس، یعنی بر نفر سومی که مخاطب این مناظره هست و قرار است که فکرش، عقیدهش، گرایشش، رأیش، نظرش عوض بشه. در اینجا هدف تغییره. این سه نوع اولیه گفتگو رو اگر کنار بذاریم با شکل چهارم روبرو میشیم. شکل چهارم رو من تحت عنوان مفاهمه دارم ازش یاد میکنم. عمدن این قالب رو برگزیدم برای این واژه، نه به دلیل تعلق خاطر به عربی، بلکه به این دلیل که در زبان عربی این قالب بیانی نشان دهنده وجود نوعی تقابل یا وجود دو طرف هست.
به این مفهوم که مفاهمه یعنی نه تنها فهماندن خود به دیگری، بلکه فهمیدن دیگری. بنابراین یک نوع فهم متقابل یا درک متقابل در اینجا مورد نظر هست. لغت انگلیسی communication به خوبی میتونه این موضوع رو توضیح بده و من هم مفاهمه رو در قبال این واژه برگزیدم. در اینجا برخلاف مکالمه که انتقال اطلاعات صورت میگیره و برخلاف مجادله که قصد استدلال است به هدف اقناع و برخلاف مناظره که هدف تغییر هست، در اینجا هدف درک متقابله. قرار نیست ما کسی رو قانع کنیم، قرار نیست کسی رو نظرش رو تغییر بدیم و فقط هم نمیخوایم انتقال بدیم، بلکه میخوایم بفهمیم، میخوایم با جهان دیگری آشنا بشیم و آشنا شدن با جهان دیگری رو از خلال زبان دیگری داریم جستجو میکنیم، یعنی از طریق اون ابزار بیانی که فرد به کار میبره و عبارت باشه از گفتگو. در مفاهمه بنابراین مقصود فهمیدن جهان دیگری است از طریق زبانی که به کار میبره. این نوع از گفتگو زمینه بسیار مهم و شاید ضروری هست برای آخرین شکل از گفتگوها که مبنا و پایه اغلب مباحثی هست که ما در طی 7 برنامه آینده دنبال خواهیم کرد، که این شکل از گفتگو یا آخرین شکل گفتگو عبارت باشه از مذاکره. وقتی از مذاکره صحبت میشه اغلب فکر میکنیم که مقصود مثلا مذاکرات سیاسی است، مثل مذاکرات ژنو مثلا در مورد قضیه هسته‌ای ایران. اما خب مذاکره میتونه انواع و شقوقی داشته باشه. ما حتی در خانواده و بین اعضا هم ممکن مذاکره بکنیم، حتی بین یک عاشق و معشوق هم نوعی مذاکره صورت میگیره. مذاکره اون نوع از گفتگوهایی هست که به منظور رسیدن به توافق هست، اما این توافق لزوماً برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع معین نیست، بلکه برای رسیدن به یک نظر مشترک در یک زمینه معین هست و گاهی اوقات حتی نه برای رسیدن به نظر مشترک، بلکه برای حفظ نظرات متفاوت، تصمیمات متفاوت در عین قبول تفاوت، همزیستی با یکدیگر. مذاکره برای رسیدن به توافق. توافق نه فقط برای اینکه دیگری نظر من رو قبول کنه، تغییر بده یا موازهش رو یا تصمیماتش رو، بلکه برای اینکه حتی اگر نمیخواد نظرش رو تغییر بده، تصمیماتش رو تغییر بده، موضعش رو تغییر بده، بپذیره که چگونه میتونه با من در موازم، در نظراتم، در تصمیماتم کنار بیاد. بنابراین این نوع از توافق یه توافق عام هست، نه فقط در سطح سیاسی بلکه در سطح اجتماعی، نه فقط در سطح کلام بلکه در سطح خود، نه تنها در روابط بین دو نفر که در روابط بین دولت ها و بلکه در روابط بین دولت و مردم. همه اینها نوعی مذاکره در موردش مطرح هست که هدفش عبارت است از رسیدن به توافق. در این سلسله از برنامه ها ما عمدتاً وقتی از گفتگو صحبت می کنیم منظور اون مذاکره است، اما مذاکره به قصد رسیدن به توافق، یعنی نوعی از گفتگو که توافق محصول یا هدف نهاییش است. اما در این حال باید توجه بکنیم که رسیدن به توافق در هر سطحی مستلزم شناخت طرف مقابل هست و شناخت طرف مقابل عبارت است از شناخت جهانش از طریق زبانش، از طریق گفتگویی که با او صورت میگیره. اینجاست که اون مفاهمه که به عنوان قالب چهارم گفتگویی مطرح میشد اهمیت و ارزش خودش رو نشون میده. یعنی هیچ مذاکره موفقی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه ابتدا ما سعی کنیم دیگری رو بشناسیم و بفهمیم. این درک متقابل هست که مذاکره رو به خوبی پیش میبره و اون رو تبدیل میکنه به یک ابزار بهداشتی برای همزیستی مسالمت آمیز. برای همه جامعه ها این ابزار ضروری است، چه در سطح خرد مثلا در سطح یک خانواده، چه در سطح کلان در سطح یک جامعه یا در روابط بین الملل بین دولت ها. در همه این موارد ما به توافق نیاز داریم، به دلیل اینکه واحدهای متفاوتی وجود دارن. آدم ها نظرشون متفاوته، شهروندان یک کشور با کشور دیگه نظرشون متفاوت، دولت ها نظرشون متفاوت، شرکت ها با هم دیگه تفاوت دارن. همه این تفاوت ها مذاکره رو برای رسیدن به توافق در همه سطوح
برای همزیستی مسالمت آمیز در جامعه پر از تکثر و تنوع ضروری میکنه. این چیزی است که عمدتا موضوع بحث ما در مورد موانع اجتماعی گفتگو است. بنابراین اگر ما از موانع اجتماعی گفتگو صحبت میکنیم، عمدتا تأکیدمون بر اون نوع از گفتگوهاست که شکل مذاکره‌ای دارن، برای رسیدن هستن به توافق، چه توافق در مورد رابطه بین دولت و مردم در یک امر به خصوص یا یک امری که مربوط به امور عمومی باشه، مثلا اینکه با قضیه دریاچه ارومیه چه بکنیم. این میتونه موضوع یک نوع مذاکره بین مردم باشه و دولت ها. اینکه قالب این مذاکره چگونه هست و چگونه صورت میگیره موضوع ثانوی است که فعلا مورد بحث ما نیست. گاهی اوقات این مذاکره بین دو نفره برای زندگی خانوادگیشون و تا برسه به مذاکرات دیگری که شعوع و انواع دیگری دارن، ولی همه اینها هدفشون عبارت است از رسیدن به توافق. در طی این برنامه ها بحث خواهیم کرد که چرا و چگونه بر سر این نوع از گفتگو در جامعه ما در سطوح مختلف موانعی وجود داره و این موانع نمیذاره که گفتگو در جامعه ما به خوبی صورت بگیره. طبیعی است که همونطوری گفتم، وقتی از مذاکره و موانع اون داریم صحبت میکنیم، ناچاریم که از مفاهمه و موانع اون هم صحبت بکنیم. اما اون سه شکل دیگر از گفتگوها، یعنی مکالمه، مجادله و مناظره، از موضوع بحث ما در این برنامه ها خارج خواهد بود. در برنامه آینده به این خواهیم پرداخت که اگر مقصود از گفتگو عبارت است از مذاکره و برای مذاکره مفاهمه لازم هست، چه مانع اجتماعی بر سر این ماجرا وجود داره. و پیش از اینکه به اون موضوع بپردازیم، خود مفهوم مانع اجتماعی رو مورد بحث قرار خواهیم داد و مقصود از اجتماعی رو روشن خواهیم کرد. متشکرم.